یه جایی توی جنوب ملبورن استرالیا انباری از مدارک یک قاتل پدوفیل خطرناک کشف میشه که چه حقایق چهل ساله ای رو میاد برملا میکنه سال 2007 بود که پلیس ویکتوریای استرالیا توی جستجوهای خودش به یه انباری اجاره شده رسیدند که توش پر بود از مدارک قتل و تجاوز بچه ها به نظر میرسید صاحب این وسایل توی انبار اجاره رابطه صمیمی با بچه ها داشته باشه منظورم از صمیمی هم که میفهمید دیگه از مدارکی هم که داشتن مشخص بود که قریب به 20 سالی میشه که این انبار اجاره شده و از همون موقع هر چند وقت یه بار یه سری به اینجا زده میشه و یه سری خرت پرت بهش اضافه میشه اتاقی که پلیس پیداش کرده بود سرنخ خیلی از قتلها و مفقودیها توش بود یه جورایی بهشت پلیسا بود دیگه اونجا چون قرار بود خیلی از پرونده های سرد 40 50 سال اخیر باشون حل بشه 35 تا جعبه شامل نقشههایی از این و و اون استرالیا که توشون یه سری نقاط مشخص شده بود داخل اونجا بود نقاشی های جنسی و تیک روزنامه هایی از اخبار بچههایی که گم شدن یا جنازه هایی که پیدا شده بودن هم اونجا بود و دفتر خاطراتی که میتونست تمام این قطعه ها رو به همدیگه مرتبط کنه و جواب سوال هممون رو بده که آقا این انباری مال کیه؟ سلام من علی هستم نمسیس اینجا هم که گزارش محرمان است جایی که من و ایکی هر روز که نه ولی دو سه روز یه بار پشت سر هم داریم براتون پرونده جنایی میذاریم اولش فکر میکردیم که تعداد پرنده های آپلودیمون توی طول هفته خیلی دیگه زیاده و ممکن شما رو خسته کنه اما نه تنها خسته نشدین بات آلسو هی بیشتر و بیشتر هم پرنده جنایی میخواین برای همین ازتون خواهش میکنم که همین اول کاری دکمه لایک رو بزنید که حداقل این خستگی از تن ما بره بیرون سابسکرایب رو هم لطفا یادتون نره که از پرونده های بعدیمون جان نمونید میدونم که دیگه خیلی دوستای دوتا بریم سراغ پرونده برای همینم بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم و بریم برای پرونده حل شده یا شاید هم بتونم بگم نسبتا حل شده درک پرسی <applause> نانسی و جیم بومانت سال 1955 با هم دیگه ازدواج میکنن و حاصل ازدواجشون هم سه تا بچه به اسم جین، آرنا و گرانت بود. جیم قبلا توی شغل خدمات کاری منزل بودش و حالا هم به عنوان راننده تاکسی مشغول به کار بود و نانسی هم که یک زن خانهدار بود که بعد از ازدواجشون توی جنوب ویکتوریا توی منطقه سومرتون زندگیشون رو شروع میکنن و کلا هم همونجا میمونن دیگه تا رو خانواده خوشحالی هم بودن به صورت کلی و نرمال بودن مثل اکثر خانواده ها بودن نانسی به بچه ها و امور داخلی خونه میرسید و جیم هم بیشتر وقتشو برای امرار معاش خانواده بیرون میگذرون 25 ژانویه سال 1966 که هوا توی گرمترین حالت خودش بود مثل الان اینجا یه مسافرت کاری سه روزه برای جیم پیش میاد خانواده هم تصمیم میگیرن حالا که چند روزی جیم خونه قرار نباشه پاشن برن خونه یکی از آشناهاشون که نزدیک ساحل بود و این چند روز اونجا با بچه ها خوش بگذرونن برای همین هم از جیم میخوان که قبل از راهی شدن نانسی و بچه ها رو بذاره خونه دوستشونو بعد از اونجا بره سراغ سر کارش که همین کارم میکنه این بند خدا صبح روز بعد بچه ها از شوق رفتن به ساحل کله سهر از خواب بیدار میشن از نانسی میخوان که اجازه بده که با اتوبوس ساعت 8.45 دقیقه اجازه بده اینا برن ساحل و قول دادن که ساعت 12 دوباره از همون ایستگاه سوار اتوبوس بشن و برگ گرد. نانسی هم از اونجایی که میخواسته به بچههاش خوش بگذره و چون ستاشون هم با همدیگه بودن یه جورایی خیالش راحت بودش که خطر خاصی تهدیدشون نمیکنه در نتیجه اونم اجازه داد که اینا برن از خونه دوستشونم تا ساحلم فقط سه کیلومتر راه بود اینجا توی پرانتز هم اضافه کنم که دهه شست است استرالیا یه امنیت عجیب و غریبی توی این کشور وجود داشت یعنی من به مصاحبه های بچه های اون زمان گوش کردم و دیدم که میگفتن اصلا در خونه هاشون هم قفل نمیکردن پنجره رو نمیبستن و بچه ها هم آزادانه تا هر وقت که میخواستن میتونستن بیرون از خونه بمونن و هر جایی که دلشون میخوادم برن اما این پرونده ای که امشب دارم براتون تعریف میکنم قرار همه اینا رو به هم بزنه کلا همه چی عوض میشه بعد از این برونده خلاصه بچه ها راهی ساحل میشن ساعت دوازده میشه و نانسی میبینه که بچه ها هنوز بر نگشتن از اونجایی که هر دو ساعت یک بار اتوبوس از اون ایستگاه رد میشده تصمیم میگیره که خیلی بد به بد دلش را نده و تا ساعت دو هم صبر کنه اما ساعت دو هم میگذره و خبری از بچه ها نمیشه و اینجا دیگه نانسی واقعا نگران شده از شانسش طرفای ساعت سه همون روز بودش که جیم که قرار بود یه چند روزی نباشه کارش به هم میخوره و زودتر از موعد برمیگرده میاد خونه و در واقع میاد خونه دوستشون دنبال زن و بچهش که متوجه میشه که بچه ها هنوز از ساحل بر نگشتن جیم و نانسی راهی ساحل میشن تا ببینن میتونن بچه ها رو پیدا کنن یا نه و با خودشون هم فکر میکردن که احتمالا بچه ها سرگرم بازی شدن و زمان از دستشون در رفت این دو نفر تمام ساحل مسیر رفت و برگشتش سوراخ سنبایی توی راه و هر جایی که شما فکرش رو بکنید رو گشتن اما دریق از یک نفر که این سه تا بچه رو دیده باشه آخر سرم، وقتی تلاششون راه به جایی نبرد ساعت پنج و نیم به ایستگاه پلیس میرن و برای جین ده ساله آرنای هشت ساله و گرنت پنج ساله گزارش مفقودی ثبت میکنن وقتی پلیس تحقیقاتش رو از ساحل شروع میکنه چند نفر اظهار کردن که این سه بچه رو توی ساحل با یه مرد قد بلند با موهای قهوه‌ای روشن دیدن که صورت استخونی هم داشت و میگفتن چیزی که ما دیدیم همه خیلی با همدیگه خوشحال بودن و داشتن با بچه ها بازی میکردن و قدم میزدن در ادامه تحقیقات به این نتیجه میرسن که بچه ها به همراه اون مرد به فروشگاه قنادی ونزل رفتن و از اون به بعد دیگه هیچ کس اون مرد و یا هیچ کدوم از اون بچه ها رو هیچ جا ندیده بود <applause> اینطور به نظر می رسید که سارق بچه ها رو به بهونه شیرینی گول زده بود و با خودش برده بوده اما کجا باید بهتون بگم که هیچ وقت قرار نیست بفهمیم همسایه این قنادی که صاحب یه فروشگاه دیگه بود به پلیس میگه که من بچه ها رو دیدم که دستشون خوراکی و یه تاج از اینا که بچه ها توی تولدشون میزن رو سرشون از اونا تو دستشون بوده در حالی که نانسی فقط به اندازه بلیت اتوبوس بهشون پول داده بود و این نشون میداد که اونا از کسی پول گرفته بودن برای اون شیرینیا حالا نکته جالب چیه اینکه نانسی میگه بچه های من خیلی خجالتیان مخصوصا جین که بزرگتر از همه است برای همینم هم بود که اینجای داستان پلیسا با خودشون میگن که خب شاید بچه ها با این یارو از قبل دیدار داشتن و بهش اعتماد داشتن که رفتن باهاش بازی کردن و ازش پول گرفتن و حتی باش تا یه جایی هم خواستن برن نانسی حالا یه چیز دیگه هم اینجا یادش میاد که اینم میتونه این تئوری پلیسا رو تایید بکنه اینکه آرنا قبلا به مادرش گفته بود که جین توی ساحل یه دوست پیدا کرده نانسی هم اون موقع حالا فکر میکنه که یه پسر حالا رندوم بوده که صرفا با هم دیگه همبازی هستن و تموم شده رفته و خیلی هم به این قضیه اهمیت نمیده ولی خب میتونست همون آدمه باشه حالا وسط این جستجوها یه خانومه میاد میگه که هفت شب همون روز همون روزی که بچه ها گم شدن با سه تا بچه که خیلی هم اتفاقا شبیه این بچههایی که شما دارید میگید صحبت کرده بودم ولی در نهایت ادعای این زن هم راه به جایی نمیبره و به پلیس کمک خاصی نمیتونه بکنه توی اون تایم این پرونده خیلی سر و صدا میکنه و به گوش همه مردم کشور میرسه تقریبا اونم فقط در عرض 24 ساعت همونطور هم که براتون گفتم اون زمان خیلی عادی بوده که بچه ها بدون نظارت والدینشون یا یه بزرگتر دیگه برن تو کوچه خیابون بگردن و بازی کنن اصلا یه لایف استایل بود اون موقع و تو زن همه اینجوری بود که خب امن دیگه اما وقتی پلیس نتونست هیچ رد و نشونی از بچه های خانواده بومانت پیدا کنه نگاه همه خانواده ها به این قضیه دیگه فرق کرد و از اون به بعد بیشتر مراقب رفت آمد بچه هاشون بودن پلیس ها هم همون ابتدای کار همون فکری رو میکنن که نانسی کرده بود اینکه بچه ها یه جای سرگرم بازی شدن و حواسشون پرت شده برای همین هم جستجوشون رو از خود ساحل شروع کرده بودن اما کم کم این جستجو به محدوده بزرگتری از جمله سواحل مجاور و یا حتی خود اقیانوس میرسه یعنی تا کجا رو داشتن میگشتن اونا حتی خیابونا و ساختمونای اون منطقه رو هم میگردن این جستجو به فرودگاه و ایستگاه راهن و تمام جاده های اون شهر هم میرسه اما هیچ رد و نشونی از این ستا بچه پیدا نمیشه سه روز بعد از گم شدن بچه ها تیتر اول روزنامه ها به این خبر اختصاص پیدا میکنه که احتمالا توسط یک آزارگر جنسی ربوده شدن و به احتمال خیلی زیاد تا به الان دیگه به قتل هم رسیدن جستجو به دنبال پیدا کردن بچه های بومانت یکی از بزرگترین جستجوهای تاریخ استرالیا بود که این پرونده رو به شدت هم معروف کرد اما میرسیم به آلن جفری یکی از چهار فرزند خانواده ردستون بود که 6 سالش بود و به تازگی هم رفته بود مدرسه و از این پسر بچه های و ببعی تو خیلی بازی گوشی دیریریدین دی 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 بود برای خودش 27 سپتامبر سال 1966 مادرش وایولت به الن و برادرش پول میده که برن از این ماشینای بستنی فروشی که اومده بود محلشون برای خودشون بستنی بخرن این دوتا پسر بچه پولو میگیرن و از خونه میرن بیرون وقتی بستنی ها رو میخرن و میخورن و میزنن به رگ الن داداش کوچیکش رو میفرسته خونه و خودش از این فرصت استفاده میکنه و میره سمت خونه دوستش تا دو با همدیگه بازی کنن و متاسفم که انقدر سریح میرم سر اصل مطلب ولی جسد آلن فردای اون روز لابلای پوشش گیاهی اطراف رودخونه پیدا شد جنازه آلن قبل از اینکه کنار رودخونه رها شده باشه لای یک فرش پیچیده شده بود و پزشکی قانونی هم علت مرگش رو خفگی اعلام کرده بودن و با وجود ریزه بودن و وروجک بودن آلن قاتل نیاز داشتش که دست و پای این بچه رو قبل از قتل ببنده و همین کارم کرده بود یکی از محتمل ترین مزنون های این پرونده پسر نوجوانی بودش که به گفته شاهدین موتورسیکلت داشت و یک کروات کروات حالا بعید یک کروات شبیه کروات یونیفرم مدرسه ی مونت بیوتی داشت باز دوباره اینجا کات میخوره میریم سراغ پروفسور دونالد بروک پدر سیمون بروک سه ساله که توی 19 می 1968 به قتل رسید

دقیقا میدونیم چه بلایی سر پسرمون اومده اگر سیمون در حال حاضر زنده بود تقریبا 60 سالش بود اما بدن بیجون این بچه رو هم نزدیک پارک خونهشون پیدا کردن در حالی که جراحت های فوق العاده زیادی داشت لیندا جین ستیلول هفت ساله که دو سه روز به تولد هشت سالگیش مونده بود و توی آب و تاب برگزاری جشن تولدش بود تسلط یک مرد جوانی روبوده میشه و به قتل میرسه رسیدگی به پرونده این بچه مدت ها زمان برد به طوری که پدر و مادرش سی و شیش سال برای رسیدن به یک کلوزر یا یک پایان برای این بچه و پروندهش تلاش کردن خانواده لیندا میگن اگر دخترمون با یه ماشین تصادف میکرد و جلوی چشممون از دستش میدادیم الان حداقل یه آرامگاه داشتیم که وقتایی که دلمون تنگ میشد برای دخترمون بهش سر بزنیم اما همین قضیه که این همه سال نمیدونستیم چه بلایی سر لیندا آمده ما رو از درون کشت یعنی اینا حاضر بودن به چشم ببینن که بچهشون پرپر میشه جلوشون اما همچین اتفاقی برای بچه هفت سالشون نمیافتاد 12 ژانویه 1965 جسد کریستیان شاروک و ماریان شمیت در حالی که 24 ساعت از قتلشون گذشته بود توی ساحل واندا که ساحل خلوتی هم محسوب میشد پیدا میشه کریستیان و ماریان هر دو 15 ساله بودن و دوستای صمیمی همدیگه بودن از این بچه های که خونه هم کنار هم بود و چه بخوان چه نخوان کل تایم روزشون رو با همدیگه میگذرون خانواده نه نفره ماریان چند سالی بود که از آلمان به ملبورن استرالیا مهاجرت کرده بودن و یک سالی میشد که بعد از اون همه دردسری که برای مهاجرتشون کشیده بودن متاسفانه پدرش از دنیا میره ماریان کریستیان هم به تازگی پدرش رو از دست داده بود و بعد از اون مادرش با یه مرد دیگه ازدواج میکنه اما به دلایل نامعلومی کریستیان تصمیم میگیره که با پدر بزرگ و مادر بزرگش که توی همسایگی خانواده شمیت بودن با اونا زندگی کنه دیگه و اینجوری میشه که این دو تا بچه با هم خیلی صمیمی میشن و کل روزشون رو با هم میگذرونن در کل البته خیلی زمان زیادی از آشنایی ماریان و کریستیان نمیگذشت اما دوستیشون عمق زیادی پیدا کرده بود ماجرا از این قرار بود که یک ژانویه خانواده اشمیت تصمیم میگیرن که برای پیکنیک به ساحل برن و برای همین هم کریستیان رو هم همراه خودشون میبرن و کلی هم خوش میگذرونن بعدها مشخص میشه که اون روز دخترا و پسرا ماچو بوسه را انداخته بودن و این حرفا 9 ژانویه دخترا میرن از خانم شمیت که به خاطر عمل جراحی توی بیمارستان بود و داشت دوره نقاهتش رو میگذروند اجازه میگیرن که دوباره با خواهر و برادرای ماریان به ساحل برن که گویا اون روز بارون شدیدی میگیره و برنامه هاشون کلا به هم میریزه انگاری که کلا ابر و ماه و باد و خورشید و فلک همه در کار بودن که جلوی بچه‌ها گرفته بشه دیگه 11 ژانویه که یه روز دوشنبه هم بود کریستیان و ماریان به همراه چهار تا از برادر و خواهرهای کوچیکترش با قطار راهی ساحل میشن وقتی که به ساحل میرسن ساعت حدود ساعت 11 صبح بود اما هوا بدجوری خراب بود به طوری که نمیتونستن توی ساحل بمونن برای همینم یکم پیاده روی میکنن و بین صخره ها یه فضایی که یه حالت پناهگار تو پناهگار که خیلی بعیده پناهگاه تور بوده رو پیدا میکنن و همونجا اتراق میکنن حالا توی این هاگیر واگیر بردر هشت ساله یه ماریان یعنی ولفگانگ پیله میکنه که من میخوام برم تو آب حالا همه هی میگن بچه بشین سر جاد ول کن هوا خوب نیست ولی ولفگانگ داستان ما گوشش بده کار نبود خلاصه به هر وضعیتی که بود ماریان بالاخره پا میشه و بچه رو میبره یه جایی نزدیک ساحل که هم صخره زیاد نداشته باشه هم عمقش کم باشه تا این بچه بتونه یکم شنا کنه و دیگه خالی بشه و دست از سرشون برداره وقتی ماریان و ولفگانگ برمیگردن کریستیان هم میره یه تنی به آب میزنه و بعدش هم تا ساعتهای یک بعد از ظهر همونجا بسات پیکنیک برا بوده پیکنیک که تمام میشه تصمیم میگیرن همگی با هم پاشن برن پشت تپه های شنی که خیلی هم ازشون فاصله داشت و وقتی میرسن اونجا بچه کوچیکترا صداشون در میاد و شروع میکنن به نق و کردن که او اینجا کجاست ما رو آوردین و از این جور حرفا و وسط همین نقنقا بود که ماریان یه میگه او شت ما کیفمون رو جا گذاشتیم پشت اون صخرا که ما دو تا دقیقه بریم ورداریم بیاریم شما همینجا باشید ما سری برمیگردیم بعدم هم همه با هم دیگه برمیگردیم خونه بچه ها هم به اجبار قبول میکنن چون واقعا دیگه باسنشو نداشتن که بخوام باشون برگردن سمت صخره ها کریستیان و ماریان را میفتن و برادر ماریان داد میزنه سمتشون و میگه اسکل کجا دارید میرید صخره ها که این ورن اما اون دوتا خنده کنان به راهشون ادامه میدن پچه ها تا ساعت پنج از پشت همون تپایی شنی منتظر میمونن اما وقتی خبری از ماریان و کریستیان نمیشه فوشدهان راهی ایستگاه قطار میشن و طرف های ساعت هشت شب به خونه میرسن اینجای ماجرا بچه ها با تعجب خنده ای که لحظه ای آخر از دختر دیده بودن کاملا فکر میکردن که خب اینا پیچوندنشون دیگه و اون چند ساعتی هم که اونجا وایستاده بودن سر کار گذاشته بودنشون اما وقتی به خونه میرسن و ماجرا رو برای یکی از بزرگترا یعنی مادر بزرگ کریستیان تعریف میکنن سریعا براشون گزارش مفقودی ثبت میکنن فهمیدین چی شد دیگه این دوتا میخواستن من شیطونی با اون پسرا و میخواستن بچه ها رو بپیچون اما خب یه بشون زد فردا صبح وقتی پیتر اسمیت سه تا برادر رو میبره دم ساحل تا یکم قدم بزنن که این اسمیت اون یکی اشمیته با هم قاطیشون نکنید چشمش به مانکن که به صورت روی زمین افتاده بود یا بهتر بگم روی شنهای ساحل افتاده بود میخوره نزدیک میشه و یکم با دست شنا رو میزنه که رو بله میفهمه که این مانکن نیست بلکه یه جسده بنابراین سریعا با پلیس تماس میگیره وقتی پلیس به صحنه جرم میرسه جنازه هر دو تا دختر رو نزدیک هم پیدا میکنن در حالی که آقای اسمیت فقط یکی از دخترها رو دیده بود صورت هر دوشون به شدت زخمی شده بود و از رد و نشونهای توی ساحل این طور به نظر میرسید که کریستیان در حال فرار از دست قاتل بوده چون دیده بود که دوستش اونجا افتاده و داره جون میده اولش هم گویا موفق هم بوده و حدود چهل متری رو میدوه اما بعدش دوباره توسط اون قاتل لعنتی شکار میشه حالت قتاله رو یک چاقو با تیغه بلند در نظر گرفتن که به خاطر پیدا کردنش تون تون داشتن شنهای سائل رو زیر و رو میکردن اما هیچی به هیچ البته یه چاقوی خونی دیگه پیدا میکنن که نه اثرش مثل آلت قتاله بوده و نه خون روش به مقتولین مربوط می شده و معلوم اون نبود اونجا چیکار میکرده آزمایشات ها کی از این بود که توی خون کریستیان مقداری الکل پیدا شده بود اما ماریان اینطور نبود جمجمه کریستیان از پشت ضربه خورده بود که باعث شکستگیش هم شده بود و از طرفی هم چهارده بار با چاقو هم بهش ضربه وارد شده اون طرف ماریان ولی 6 بار چاقو خورده بود اما گلوش گوش تا گوش بریده شده بود متاسفانه لباس زیر هر دوتاشون پاره شده بود چون قطع به یقین قاتل تلاش کرده بود که بهشون تجاوز کنه اما موفق نشده بود از اونجایی هم میدونیم موفق نشده بود که توی آزمایشات هیچ اثری از تجاوز پیدا نکرده بود فقط روی بدن هر دوشون اثراتی از منی پیدا کردن یکی از برادرای ماریان که عکس جنازه خواهرش رو دیده بود تا بتونه شناساییش کنه اینطور میگه که حداقل 25 بار با چاقو ضربه خورده بود و انقدر وحشیانه گلوش بریده شده بود که تقریبا سرش از تنش جدا شده بود فکر کنید اون بچه چی کشیده اینو دیده پرونده قتل این دو دوتا نوجوان اونقدر توی دهه شست سر و صدا میکنه که به پرونده وندا معروف میشه و طی یک سال آیندهش پلیس با 7000 نفر مصاحبه میکنه اما این پرونده هم مثل همه پروندهایی که تا اینجا براتون تعریف کردم در نهایت به یک پرونده سرد تبدیل میشه و این برای مردم یه عالمه ترس و برای پلیس هم یه عالمه علامت سوال به جا گذاشت خب حالا بعد از این همه پرونده دردناک که پدر خود من در اومد تعریف کردنش بریم سراغ قهرمان این پرونده ویکتوریا یکی از ایالتهای جنوب شرقی استرالیا است که یک ایالت کوچولو و جمع جور با مرکزیت ملبورنه حالا ما میخوایم بریم به جولای سال 1969 و ببینیم که توی این ویکتوریا چه خبر بوده یک آخر هفته بودش که ایوان توهی 12 ساله به همراه دوستش شین سپیلر 11 ساله توی وارنت یکی از شهرهای فسقلی مجاور ملبورن تصمیم گرفتن که روزشون رو توی ساحل بگذرونن ای لعنت به این ساحل همینجوری که این دو تا بچه مشغول بازی بودن و متوجه اتفاقات اطرافشون هم نبودن قاعدتا چون میدونید که بچه ها وقتی سرگرم بازی میشن دیگه میرن توی دنیای خودش و هیچی از اتفاقات مجاورشون رو متوجه نمیشن و همینه که میتونه براشون خیلی خطر آفرین باشه مثل بچه هایی که یه هوی بی هوا میدونن دنبال توپشون توی خیابون و این حرفا که من واقعا بعضی از این پدر رو نمیفهمم دیگه حالا به دنیا آوردیش اینجا کار توان نمیشه اینجا کار تازه شروع میشه ستونه من بگذاریم حالا یه مقدار عصبی شدم خلاصه ایوان و شین مشغول بازی بودن که خیلی ناغافل یک مرد جوان از پشت بهشون نزدیک میشه و چاقوی جیبیشو روی گردن ایوان میذاره ایوان هم که تا سرحد مرگ ترسیده بود غریزش بهش میگه که تسلیم شد. چون چاقوی روی گلوش خیلی تیز بود و هر حرکت ناگهانی میتونست به رو جونش تموم بشه همین میشه که اون غریبه موفق میشه ایوان رو بدزده و با خودش سوار ماشینش کنه اما گوی شین بیشتر از اینکه یه چیز کوچولو موچولو باشه یه خوی جنگجویی توی خودش داشتش و قرار نبودش که به همین سادگی ها خودش رو ببازه با اینکه همین چند ثانیه پیش بودش که یه مرد با چاقو بهشون حمله کرده بود و دوستش رو دزدیده بود الان میگم چرا شین قوی تر از این حرفا بوده همون لحظه که اون مرده ایوان رو با خودش سوار ماشینش میکنه و پاشو میذاره روی گاز شینم بدو بدو میره سمت خونه و این قضیه رو برای پدر و مادرش تعریف میکنه اونا هم دست شین رو میگیرن و با خودشون به اداره پلیس میبرن تا هر چه زودتر این بچه دوزی رو گزارش کنه شین تا میرسه به اداره پلیس شروع میکنه از سیر تا پیاز ماجرا رو تعریف کردن و چهره اون بچه دوز رو براشون شرح میده علاوه بر اون ظاهر ماشینی که ایوان به زور سوارش شده بود و حتی آرم نیروی دریایی که روی ماشینم خورده بود رو هم دیده بود و گزارش داد حالا شاید اینجا براتون سوال وجود داشته باشه که خب چرا اون یارو شین رو هم با خودش ندازید ببره چون قطعا یه مرد جوون میتونست از پس دو بچه فسقلی بر بیاد دیگه <applause> نه توی گزارشات اومده که شین تعریف میکنه اون مرده خواسته اون رو هم با خودش ببره اما شین با یه تبر که تو دستش بوده از خودش دفاع میکنه و میتونه از دستش فرار کنه این شین واقعا موجود عجیب و غریبی بوده یعنی واقعا منو همین کی با این قد و قواره اگه بهمون حمله میشد من که خودم پا شدم میرفتم تو ماشین آدم رو میگفتم خب کجا قرار بریم عمو شوخی میکنم بچه‌ها من بتمنم و هیچ وقت از برام نمیافت خلاصه که بعد جوری از شین این هم واقعا دختر بچه‌ای که گنگ بالایی داره خلاصه با توصیفاتی که این دختر 11 ساله داشت و البته آرم نیروی دریایی که گفته بود روی ماشین بچه دزده داستان ما بود اینا بالاخره تونستن که این بیناموس رو پیدا کنن آرم روی ماشین پولیس ها رو به منطقه آموزشی نیروی دریایی میکشونه و با چک کردن سرسری لیست ورود و خروج به راحتی میتونن مزنون اصلیشون رو پیدا کنن متاسفانه اما وقتی این مرد جوان رو پیدا میکنن که دیگه کار از کار گذشته بود چون سه ساعت فقط سه فاکین ساعت قبلش ایوان دیگه از دنیا رفته و اونا سه ساعت فقط دیر کرد و لحظه هم که این یارو رو پیداش میکنن هنوز دستاش خونی بودش و داشته تلاش میکرده که خون رو از روی لباساش بشوره مردی که اون روز توی منطقه آموزشی دستگیرش میکنن باعث میشه که نگاه تمام مردم استرالیا نسبت به قریبه ها دیگه تغییر بکن درک ارنست پرسی متولد 15 سپتامبر 1948 در سترسفیلد ایالت نیو ساوت ویلز استرالیا بود در کل خیلی دیتای زیاد و با جزیات خاصی در رابطه با کودکی این هیولا در دسترس نیست اما این رو میدونیم که درک فرزند اول ارنست و الین پرسی بود و بعد از اون هم دو تا پسر دیگه هم به دنیا میارن ارنست پدر خانواده اوایل به خاطر علاقش توی کشتیرانی کار میکرد اما بعدترش که یک کم میگذره به عنوان برکار وارد راهن میشه نتونستم هم دقیقا دلیلش رو پیدا کنم اما توی تحقیقات هم متوجه شدم که خانواده پرسی خیلی زیادم نقل و مکان میکردن نقل و مکان که بعیده نقل مکان میکردن نه اینکه خونشون رو بخوان عوض کنن و Nah. کلا هر دو سه سال یه بار از این شهر به شهر دیگه میرفتن وقتی که درک حدودا 16 سالش شده بود کم کم توجه اطرافیانش بهش جلب میشه اونم دلیلش این بودش که شروع کرده بود از اون سن به بعد استفاده از یک سری آیتم های زنانه در پوششش و دقت کنید که این تایمی که داریم راجبش صحبت میکنیم دهه 60 استرالیا و خب به شخص فکر نمیکنم بعد اینکه دیدن یه مقدار داره فمینن یا زنانه رفتار میکنه برخورد خوبی باش کرده باشن اون موقع همین هم برخورد خوبی نمیکنه چه برسه به اون موقع البته توی همین سن هم بودش که رابطش با اشیای تیز مثل انواع چاقو و تیغ خیلی خوب میشه و میافته به جون عروسک ها و تیکه تیکشون میکرد و به نظرم همینقدر کافی بود تا بفهمن تو سر این پسر چی میگذره درک مثل قریب به اتفاق قاتل های سریالی شروع به جورنالینگ هم میکنه و تمام افکارش رو روی کاغذ پیاده میکنه افکاری خشن و وحشتناک با تم جنسی زیبا نیست؟ <applause> نه مثلا و توی دبیرستان ماونت بیوتی که خیلی هم اسمش آشنا به نظر میرسه ترک خیلی هم سرش توی درس و مشقش نبود و سال 11 آمش رو میفته حالا وقتی این سال 11 آمش رو میاد برای بار دوم میخونه و پاس میشه و میره سال آخر دبیرستان اینجا تصمیم پیکره که دیگه مرسه رو ول کنه یعنی اون همه تلاش کرد پاس کنه اینجا دیگه تصمیم گرفت که دیگه ول کنه بیوتی هم که یادتونه دیگه حواستون به بوده اون کرواته لایک هم که کردین 100 درصد و در نوامبر سال 1967 <applause> به همون همیشگی میپیونده نیروی دریایی ارتش استرالیا و به عنوان برقکار توی ارتش به کشورش خدمت میکنه میبینین نه تنها پرونده های آمریکایی که کاور کردیم اینجای داستانش یه هم میپرن توی ارتش بلکه دریک توی اون ور دنیا یعنی توی استرالیا دقیقا میپره توی ارتش و واقعا بین ارتش و جنایت یک رابطه خیلی جدای ناپذیری وجود داره که واردش نمیشیم اینکه دریک کار برقی انجام میداده رو هم احتمالا از پدرش یاد گرفته بود. بعد از گذشت چند سال لول اپ میکنه و میره توی ناو هواپیما بر خدمت میکنه و و خب شاید دریک پرسی توی ارتش استرالیا خیلی خوش درخشیده باشه اما باید بگم که تمام این تایم ها دقیقا سینک میشه با قتل هایی که دریک انجام میداد و وحشتناکتر اینکه وقتی دریک رو به خاطر قتل ایوان توی دستگیر میکنن درک فقط 21 سالش بود و با یه حساب سرانگشتی میشه فهمید که از همون 16 سالگی اون قتلهاش رو شروع کرده بود هرچند وقت یک بار از محل خدمتش مرخصی میگرفته اونم یه روزه و میرفته دنبال قربانی جدید میگشته اما اینجای داستان که من دارم براتون تعریف میکنم پلیس از هیچ کدوم از این کسافتکاریهای ریک خبر نداشت و فقط به اتهام قتل ایوان دستگیرش کرده بودن و دادگاهی شده بود اونم با شهادت تنها شاهد یعنی شین اولش که دستگیرش میکنم با اینکه سر و وضعش هنوز خونی بود میگفتش که من بیگناهم اما بعد از گذشت چند روز همینجوری که داشتن با دریک سر و کله میزدن که ازش یه اعترافی بکشن جنازه ایوان رو توی یه محل ماهیگیری توی فاصله 8 کیلومتری جایی که بچه رو دزدیده بود پیدا میکنن همچنین از لابلای وسایل پرسی میتونن به بخشی از جورنالهاش هم دست پیدا بکنن که توشون به طرز غیرقابل وصفی از امیال جنسی وحشیانش گفته بود که توش پر بود از کوپروفیلیا و کانیبالیزم و این فیلیایی که بهتون گفتم احتمالا کنجکاوتون میکنه خودتون میرید سراغش و عکسای بعدی شاید ببینید پس ترجمه میدم خودم بهتون میگم خیلی مربوط به یک فتیش جنسی همراه با ادرار و مدفوع و ولش کنیم دیگه ها بگذریم کسافت خالص این فتیشی که ایشون داشت با توجه به خشونتی که توی قتل ایوان به خرج داده بود احتمال این میرفت که قتلهای دیگه ای هم مرتکب شده باشه اما توی تمام بازجوییاش فقط یه جمله میگفته نمیدانم اطلاعی ندارم و اینو جدی دارم میگم و توی تمام بازجوییاش این فازی بودش که آقا من یادم نمیاد اصلا شایدم کرده باشم شایدم نکرده باشم یادم نمیاد و شاید باورتون نشه ولی با وجود شهادتی که شین سپیلر علیهش میده باز هم نمیتونن جرم قتل ایوانتویی رو گردنش بندازن چرا؟ هیچ آقا میگه من دیوونم اما خب به هر حال با اینکه نتونستن اثبات کنن باز هم به خاطر خطری که میتونست این آدم برای جامعه داشته باشه براش حبس ابد رو میبرن اون که هیچ در ابتدا با شرایطی که درک داشته یا برای خودش درست کرده بود میفرستنش بیمارستان روانی و بعد از چند سال توی همون ویکتوریا به زندان منتقلش میکنن حالا انصافا واقعا نمیشه فهمید که دریک پرسی دیوانه هست یا نه و این رو تا آخر پرونده براتون بیشتر توضیحش میدم ولی فعلا اینو گوشه ذهنتون داشته باشیدش حالا بذارید یکم براتون از اوضاعش توی زندان تعریف کنم گذروندن چند سال توی زندان کافی بود تا رسما اون تبدیل به یک سلبریتی بشه اونجا یکی از زندانبانا که خیلی هم با دریک دوست شده بود راجب دریک اینجوری میگه که دریک قهرمان شطرنج زندان بود اون عاشق جمعوری تمره قدیمی و گرون قیمت بود و یک کلکسیون فوق هیولا واس خودش داشت علاوه بر کلکسیون تمره خیلی هیولایی که داشت توی ورزش تنیس هم حسابی درخشیده بود یعنی ببینید یه پدوفیل تمام عیار توی زندان میتونه تنیس بازی کنه من به عنوان یک جوون سالم یا نسبتاً سالم و سربراه ولی پولشو ندارم و این چه ادالتیه جاب وان بگذریم با اینکه درک توی این مدت سیگاری بود اما خیلی به فیتنسش اهمیت میداد و مراقب خورد و خوراکش هم بود و ورزش رو ترک نمی کرد. توی همون زندان 11 سال توی چاپخونه کار میکرد و انقدر به پیشرفت صنعت چاپ اونجا کمک میکنه و خیلی از زندانیا رو صاحب شغل میکنه که تبدیل به زندانی نمونه میشه. همین زندانبانی هم که این توصیفات رو از کرده بود اضافه میکنه که اون خیلی باهوشه و به هیچ عنوان از صورتش احساسات واقعیش رو نمیتونید حدس بزنید اما در مقابل این طرز تفکر عموم مردم به خاطر خاطرات بدی که از دریک داشتن و یه جورایی ازش متنفر شده بودن هیچ وقت همچین صفات مثبتی مثل باهوش بودن رو بهش ندادن و ترجیح دادن که فکر کنن که دریک یه دیوون است حتی به غلط همینجوری زمان در حال گذر بوده تا سال 1998 که تصمیم میگیرن یه سری پرونده ها رو دوباره به دادگاه عالی ویکتوریا بفرستن تا دوباره بررسی بشن و در صورت نبودن هیچ مشکلی یه جورایی عفو رهبری بدن بهشون و آزادشون کنن حالا قاعدتا منظور منو از عفو رهبری هم میفهمید دیگه اونجا حالا چه میدونم پادشاه و از اینجور داستان ها داشتن از اون مدل افوا ولی میگیره در محله اول دادستان به وکلای درک پرسی اعلام میکنن که به خاطر سابقه روانی که داره اجازه حضور در دادگاه مجدد رو بهش نمیدن و بعد از چند وقت نتایج این به اصطلاح عفو رهبری میاد به طور خلاصه اگه بخوام براتون بگم قاضی معتقد بود که با اینکه دریک پرسی تا حالا سی سال از محکومیتش رو گذرونده اما از اون جایی که به دنبال درمان افکار پدوفیلیاییش نمیره اون امکان آزادی رو نداره و حالا حالاها باید توی اون زندان بمونه و بپوسه و اینکه به صورت کلی هم ایشون هیچ گونه علائمی از پشیمونی از خودشون نشون نمیده و در کل خاک بر سر ارمزادش کنن ببخشید سال 2004 دریک به وسیله یک رابطی که بیرون زندان داشته سعی میکنه توی برنامه که برای مصاحبه با مجرمان جنسی بوده شرکت کنه تا بلکه اینجوری اسمش دوباره روی زبونا بیفته و حرفایی بزنه که بتونه به همین طریق درخواست آزادی مشروط بده. حاصل این تلاشهاش هم یک گزارش توی روزنامه ملبورن هارولدسان میشه که میگه درک پرسی به بیماری روانی عجب و غریبی مبتلا نیست و فقط اختلال شخصیتی داره که اونم فقط باعث میشه مثل بقیه نتونه احساسات انسانی رو درک کنه. اوخی. درک تمام تلاششو کرد و قاضی با بررسی پروندهش میاد میگه که ببین نزار بگم که تو هنوز یک منحرف جنسی تمام ایاری و هیچ کنترلی هم برای مهار این فانتزیات نداری ها. بشین سر جات بشین سر جات پاک بس هم نه بشین سر جات و حرفم هم نزنی هیئت منصفه با درخواستش مخالفت میکنن و میگن این آدم هنوز اونقدر خطرناک هست که حتی صلاح نیست به یک بیمارستان روانی ما بخوایم منتقلش کنیم چون اونجا امنیت کمتری نسبت به زندان داره و این شرایط ممکنه خطر و باشه در کل هیچکس هیچ جوره با دریک پرسی راه نمیومد که از همین تریبون از تک تکشون تشکر میکنم دست تک تکشون رو میبوسم از اون طرف دکتر ستفنس هم که برای سازمان روان پزشکی قانونی زندان کار میکرده موافقتش رو با هیئت منصفه اعلام میکنه و توی گزارشش هم مینویسه که پرسی یک شخصیت پدوفیل و سادیسته که به نظر من قابل درمان هم نیست و حتی برای یک محیط درمانی هم ممکنه خطرناک باشه یه مقاله ای که اون زمان به پرسی توی روزنامه چاپ شده بود برداشت جالبی از درخواست پرسی برای انتقالش به بیمارستان میکنه به این صورت که درک پرسی رو هیلگر و شرور معرفی میکنه و میگه که اگر به محیطی مثل بیمارستان منتقل بشه ممکنه با رفتار خوبش بتونه اطرافیانش رو گول بزنه و یک سری آزادی ها رو برای خودش بگیره و نتیجه این اتفاق قطعا نمیتونه خوب باشه دقیقا مثل کاری که اد کمپر توی بیمارستان روانی کرد که اتفاقا به تازگی هم پروندهش رو کاور کردم و این بالا یا این بالا میذارمش دیگه یادم نره و اگر دوست داشتید حتما اون رو بعد این پرونده البته اینجا جا داره که یکم از سرگذشت قهرمان داستان اونم براتون بگم بعدها که شین دوست ایوان توهی یکم بزرگتر شد همه فکر میکردن که خب با گذر زمان یکم حال بهتر بشه و بتونه اون خاطرات و صحنه های تلخ رو پشت سر بذاره اما اینطور نبود شین توی مصاحبهاش گفته بود که به من گفتن هرگز قرار نیست درک پرسی آزاد بشه اما با این حال که این همه جنایت رو بهش نسبت دادن نتونستن ثابتش کنن بعد از اینکه درک دستگیر میشه اونو با چند نفر دیگه به صف میکنن و از شین میخوان که مردی که اون روز دیده ایوان رو دزدیده رو بیاد و شناسایی کنه. شین میگه به هم گفتن دقیقا برو جلوش و به صورتش اشاره کن و ادامه میده که من اونقدر کوچیک بودم که برای اشاره کردن به صورتش به چارپایه نیاز داشتم چارپایه رو ور میداره و میذاره جلوی درک و میره بالا و دقیقا به بینیش اشاره میکنه و میگه خودش بود شین وقتی این مصاحبه رو انجام داد خیلی وقت بود که از اون روزا میگذشت اما میگفت که هنوز هم که هنوزه نگاه درک پرسی رو وقتی که بهش اشاره کرده بودم یادم نمیره اون روز توی ساحل آخرین باری نبود که شین با درک رو رو میشه چون اون تنها شاهد عینی بودش که هیئت منصفه میتونستن روی شهادتش تکیه کنه و شین کوچولوی داستان ما هم برای گرفتن حق دوستش ایوان توهی باید این کار رو انجام میداد و باز هم با درک پرسی شیطان صفت روبرو میشد شین سال 2000 یعنی 31 سال بعد از قتل ایوان به طور رسمی به دادگاه جنایی درخواست قرامت میده و موفق هم میشه که مبلغ ناچیز 50 هزار دلار رو از دولت به عنوان قرامت آسیب روحی روانی که بهش زده بودن دریافت کن این بیشترین مبلغی بودش که دادگاه میتونسته برای جبران اون خسارت به عنوان قرامت به یک شخص پرداخت کنه شین بعد از این ماجرا بار بندیلش رو جمع میکنه و از اون شهر میره و همسایه هاش میگن که اون زمان شین هنوز هم از درک پرسی میترسید و دائما خاطراتش جلوی چشمش مرور میشدن شین اسپیلر توی آگوست سال 2002 به طرز عجیب و غریبی ناپدید میشه وقتی پلیسا میافتن دنبالش تا پیداش بکنن و یکم جستجو میکنن با توجه به حرفایی که دوستا و همسایه هاش میزدن از این میترسیدن که شین یا از ترس دریک پرسی فرار کرده باشه و یا تحملش تموم شده باشه و خودکشی کرده باشه که تا به این لحظه هیچ اثری از شین پیدا نشده اینا تنها توجیهی بود که پلیس میتونسته بیاره چون شین رسما ناپدید شده بود دیگه سال 2005 شده بود و 36 سال از زندانی شدن پرسی به اتهام قتل ایوان میگذشت پلیس هم مثل همیشه دنبال رسیدگی به پرونده های سردشون بودن که با چند تا پرونده ای روبرو میشن که شباهت خیلی زیادی به قتل ایوان و همچنین جورنال ها یا همون دستنویس های دریک پرسی داشتش نشستن با خودشون فکر کردن و گفتن خب قطعا ایوان آخرین بچه ای بودش که درک به قتل رسونده اما شاید اولیش نبوده همین میشه که پرونده ساحل وندا سیمون بروک لیندا ستیلول و الن ردستون رو میذارن جلوی درک و میگن ناله کن دونه به دونه این پرونده ها رو باز میکنن و بهش میگن اون روز که این قتل اتفاق افتاده کدوم گورستون در ری بودی دریک هم در جواب میگه که آره ببین یه چیزایی یادم میاد از اینکه اون روز طوفانی توی ساحل وندا بودم ها. و بعد پلیس در جا میگه خب پس کار تو بود و اینجا دریک با یه لبخندی میگه من که چیزی یادم نمیاد این درک حرومزاده راجب همه پرونده هایی که بهش نسبت میدادن دقیقا همین واکنش رو نشون میده. و یه جورایی میگه که من موقع وقوع قتل ها توی اون لوکیشن ها بودم اما خب چیزی یادم نمیاد دیگه رسما پلیس رو کلافه کرده پلیس دیگه اینجا با خودشون میگن خب اینجوری نمیشه باید یه جور دیگه دستش رو رو کنیم تقیقای جدیدشون توی سال دوم خودش بودش که در پی این جستجوها با یک انبار اجارهی برخورد میکنن که 20 سال پیش توسط درک پرسی اجاره شده بود دقت کنید که الان حدود چهل ساله که درک پرسی زندانیه ها تازه رسیدیم اول داستان حالا توی اون انباره چه خبر بوده؟ 35 تا جعبه کارتون شامل نقشه از ویکتوریا که توشون نقطه با ماژیک مشخص شده که دست بر غذا بر حسب اتفاق دقیقا هم جاهایی بودن که جنازه های بچه ها پیدا شده بودن یا مثلا تیکه از روزنامه هایی که این قطعه ها رو پوشش داده بود هم داخل اون کارتونا پیدا شده بود دفترچه هایی پر از داستان های تجاوز و فانتزی های جنسی و شرح کامل از قتل‌ها، و دونه به دونه ضربه هایی که با چاقو به قربانیاش وارد شده بود هم نوشته شده بود توی اون دفتر حتی چاقو و تیغ های درک رو هم اونجا پیدا میکنن همه این مدارک به علاوه مجلات پرنگرافی لزبیان ها و اون کلکسیون تمرای معروفش هم داخل اونجا بود تمام این مدارک میتونست پرونده هایی که از اول این داستان براتون تعریف کردم رو حل اما وقتی راجب دستنویس های دریک باش صحبت میکنن اون خودشو بازم میزنه به اون راه و میگه اینا رو روانشناس هم گفته بود بنویسم نویسم تا یه مقدار ذهنم آروم بشه آره داداش ما هم که میگذاریم توی این بررسی ها به حساب بانکی پرسی هم مراجعه میکنن و میبینن که با مستمری که از ارتش دریافت میکرده و پولایی که خودش برای خودش پسنداز کرده بود دیویست هزار دلار توی حسابش پول داشتش و از ارزش اون کلکسیون تمراش هم که نگم برات یعنی میخوام بهتون بگم این آدم انقدر به نقشه هاش مطمئن بوده که میدونسته بالاخره یه روزی میتونه از این زندان خلاص شه و به امید همین روز آزادیش هم بودش که تمام این مدت داشته پول جمع میکرده حالا من نمیدونم واقعا چجوری ولی این رو میدونم توی تحقیقاتم متوجه شدم که تمامی این مدارکی که توی اون انباری پیدا شدن رو توی سال 1970 از زندان این مدارک خارج میشن و یه مدت یه جای دیگه نگهداری میشدن و بعدش هم به اون انباری دوباره منتقل میشن و هر چند وقت یک بار هم یه سری وسایل جدید به اونجا منتقل میشده چی جوری واقع یعنی واقعا من نمیفهمم یعنی میفهمم آقای قاعدتا یه نفر خارج از زندان داشته و چجوری ای جوری اینقدر طول کشید تا اینو بفهمم حالا بزنین بگم ما چرا واقعا نمیدونیم که درک پرسی روانیه یا نه حالا این فکت که تمامی این قتل رو درک پرسی انجام داده باشه یا نه به کنار اما اینکه مستحق چه حکمیه یه مقدار باید مورد بررسی قرار می گرفت. چون درک واقعا این احتمال در رابطه باهاش وجود داره که واقعا دست به تمامی این تجاوزها و قطها زده باشه و انقدر این کار وحشتناک بوده باشه که وقتی باشون روبرو می شده برای خودش هم خیلی سنگین بوده و ذهنش ببینید چه مغز عجیبی ما داریم و ذهن این آدم به عنوان یک مکانیزم دفاعی تمامی خاطراتش رو پاک می کرده چون فکر کردن به اینکه خودش این بچه ها رو به قطر رسونده و اون کارا رو باشون کرده بی نهایت براش سنگین بوده و این چیزی هم که دارم بهتون میگم واقعیه ها این فکته که ما همچین مکانیزم دفاعی رو داره مغزمون و به صورت خودکار یک سری خاطرات تلخ رو حذف میکنه تا بتونه از صاحبش حفاظت کنه اما اون خاطرات همچنان تاثیرشون رو در ناخودآگاه ما میذاره اینشه که خیلی بده اما در نهایت میخوام بگم که چه حالا این مکانیزم دفاعی به کارش اومده باشه چه نیومده باشه چه مریض بوده چه نبوده چه دیوانه و ردی بوده چه نبوده گور پدرش مردی که پدوفیل حرومزاده بیناموس دیگه حالا قضاوت با خودتون خبر خوشحال کننده اینکه درک ارنست پرسی در تاریخ 23 جولای 2013 در سن 64 سالگی سقط شد تا بره توی جهنمی اگر وجود داره تا ابد بسوزه و به آرزوش که بیاد یه روزی بیرون از زندانم هیچ وقت نرسید و اون پولا رو بکنه توی یه خیریه‌ای بده چه میدونم یه ثوابی ببره هرچند که از اون طرف هم میتونیم بگیم که خبر ناراحت کننده یه چون آنطور که باید و شاید به این آدم ضربه وارد نشد اما حالا شما بیایید برای من بگید که در رابطه با درک پرسی چه فکر میکنید به نظرتون اون واقعا دیوونه بوده و این خاطرات رو فراموش کرده بود یا یعنی اینکه همه اینا فقط یه بازی بوده که این همه سال اومده اون همه آدم رو درگیر خودش کرد به هر حال این بود پرونده نیمه حل شده ی درک پرسی و قضاوتشم هم با شما در نهایت من علی هستم نمسیس اینجا هم گزارش محرمانه ما هر هفته از این برنامه ها داریم ما رو سابسکرایب کنید اگه سابسکرایب ندارید و لایک اونم بکنید و یه کامنتی هم بذارید و حسابی خستگی از ما بره و تا پرونده بعدی خدا نگهدار و همین دیگه دارم میپزم به خاطر سابقه روانی که داره اجازه حضور در دادگاه مجرد رو مجرد خیلی بعیده اجازه حضور در دادگاه مجرد رو ای اجازه حضور در دادگاه مجر... مجرد چیه من دارم میگه ای بابا مجردی فشار داره میاره از... ا... اجازه اجازه حضور در دادگاه مجدد رو بهش نمیدن براشو براشو تخم پس بشین سر جات و هیچی نگو هیچی نگو هیچی نگو